سلام و درود فراوان خدمت تک تک شما بینندگان گرامی. خوش آمدید به برنامه شهروند خبرنگار. قبل اینکه سراغ موضوع اصلی برنامه امروز بریم، سپاسگزاری فراوان دارم از تک تک شما شهروند خبرنگارانی که در هفته گذشته برای ما فایل شهروندی ارسال کرده این و برای حل معضل‌های اجتماعی که درون جامعه ما وجود داره و ما به نحوی با آنها دست به گریبان هستیم، صدای دادخواهیتان را بلند می‌کنید. و اما موضوع اصلی برنامه امروزمان در رابطه با نقش شهروند خبرنگاران در ترویج فرهنگ مهربانی درون جامعه هست. ما در کشوری زندگی می کنیم که همه افراد جامعه در او درگیری های زیادی دارند و معضل ها و چالش های زیادی هست که دامنگیر مردم جامعه ما هست. با این حال همه به برخورد مهربانانه تر و همدیگر پذیری درون جامعه احتیاج دارند. ما خوشبختانه شهروند خبرنگارانی داریم که در این راستا همیشه فعال بودن. همین که برای حل معضل‌های اجتماعی که درون جامعه هست صدای دادخواهیشان را بلند می‌کنند و برای نهادینه کردن فرهنگ‌های با ارزش درون جامعه، همین خود فرهنگ مهربانی و همدیگر پذیری را درون جامعه ما رشد میده و شهروند خبرنگاران ما میتوان گفت که الگوی مهربانی و همدیگر پذیری درون جامعه هستند. قسمی که قبلا هم گفتم در جامعه ما فعلا همه مردم مشکل دارن، حالا این مشکل چه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و یا مشکل‌های دیگری هست که باعث میشه مردم خیلی آزرده تر بشن و این باعث میشه که به فرهنگ مهربانی و فرهنگ همدیگر پذیری درون جامعه ما بیشتر نیاز باشه و هم اکنون ما میتوانیم خلاهای زیادی از طریق همین فرهنگ مهربانی، فرهنگ همدیگر پذیری درون جامعه خود رشد بدیم و خوشبختانه در این بخش شهروند خبرنگاران ما همیشه فعالیت های مؤثر و کارسازی داشتن که ما از تک تک شهروند خبرنگاران به خاطر فعالیت های شهروندی که دارن و همیشه برای اینکه جامعهشان با فرهنگ تر و متمدن تر بشه تلاش میکنن و صدای دادخواهیشان را بلند میکنن و امیدوار هستیم که شهروندان ما هم در کنار شهروند خبرنگارانمان همیشه به مسئولیت خود و به این مسئولیت انسانی و مردمی توجه بکنند و برای اینکه فرهنگ مهربانی درون جامعه ما رشد داشته باشه بیشتر تلاش بکنند، چون هر جامعه برای پیشرفت، برای اینکه به سمت خودکفایی بره، نیاز به همدیگر پذیری داره، نیاز به مهربانی داره و زمانی که افراد همه با هم بدون اینکه به قومیت یا به نژاد توجه بکنن با هم همدیگر پذیر میشن و با هم مهربان هستن، میشه گفت که زمانی که همه دست به دست هم بدیم میتوانیم که از جنگ و نفاق و تبعیض از اینها همه دور باشیم و جامعه ای با سعادت و رو به پیشرفت داشته باشیم. صحبت ها و جملات زیبای زیادی هست که دوست دارم امروز در این برنامه با شما بینندگان گرامی سهیم بشم، اما قبل از او میریم و با هم عکس شما را میبینیم، مجدداً برمیگردیم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی که هم اکنون به برنامه ما پیوستیم. رفتیم و با هم عکس شما را دیدیم. عکس ارسالی شهروند خبرنگارانی که زحمت کشیده بودند و در طول هفته گذشته این عکس ها را برای ما ارسال کردند و ما هم امروز این فایل های شهروندی را به دست نشر سپردیم. برای شما شهروند خبرنگارانی که در راستای حل معضل ها و چالش هایی که درون اجتماع وجود دارد فعالیت می کنید و دوست دارید فعالیت هایتان از طریق یک صفحه رسمی و جهانی به نشر برسه، می توانید فایل هایتان را به صفحه فیسبوک شهروند خبرنگار برای ما بفرستید. ما حتما در تلاش این هستیم که فایل هایی که اهمیت اجتماعی دارند و باعث حل چالش های درون جامعه ما میشن را نشر بکنیم و صدای دادخواهی شما را به گوش جهانیان برسانیم. و اما موضوع اصلی امروز ما که قرار است در رابطه با او بیشتر بحث بکنیم، نقش شهروند خبرنگاران در ترویج فرهنگ مهربانی درون جامعه ما هست. زمانی که حرف از فرهنگ مهربانی میشه، خالیگاه های زیادی درون جامعه ما وجود داره که نیاز هست اینها همه به همه با همدیگر پذیری و با مهربانی پر بشن. و حتی ما شاهد این بودیم که همیشه نفاق و جنگ باعث خرابی و آسیب های زیادی، هم آسیب های روحی و جسمی برای مردم شده و همی که باعث شده هیچ وقت از جایی که هستیم کشور ما بالاتر نره و رشد نکنه. به این دلیل چه خوب هست که همه با هم برای ترویج فرهنگ مهربانی و فرهنگ های با ارزش دیگه ای که واقعا درون جامعه به اون نیاز هست تلاش بکنیم تا این فرهنگ های با ارزش را در جامعه خود نهادینه بسازیم و ترویج بکنیم، چون همیشه نفاق و تبعیض در جامعه باعث شده که مشکلات ما روز افزون بشن و متاسفانه روز به روز به سمت عقب بریم و هیچ پیشرفت و هیچ رشد درون جامعه خود تجربه نکنیم. به دلیل من از شهروندان عزیز هم خواهش میکنم که در کنار شهروند خبرنگاران ما برای اینکه فرهنگ مهربانی و همدیگر پذیری درون جامعه ما رشد بکنه و نهادینه بشه تلاش بکنن و همگام باشن، چون این تنها مسئولیت شهروند خبرنگاران نیست. اما خوشبختانه ما شهروند خبرنگاران فعالی داریم که همیشه چه با فعالیت های شهروندی که انجام دادن و چه با فعالیت های دیگری ثابت کردن که چقدر دوست دارن جامعه ما پیشرفت بکنه و همزمان با افزایش پدیده شهروند خبرنگاری درون جامعه، ما شاهد نهادینه ساختن فرهنگ های خیلی مهم و با ارزش بودیم و حتی میشه گفت که فضای مجازی و صفحات اجتماعی در اواخر توانسته که خیلی زیاد به شهروند خبرنگاران ما کمک بکنه. ما می توانیم که از راه های مختلفی و با روش های متفاوتی مهربانی و همدیگر پذیری را درون جامعه خود رشد بدیم. مثلا اینکه کمک به نیازمندان با توجه به شرایط بد اقتصادی، احترام گذاشتن به افراد بزرگسال و مراعات کردن حق تقدم دیگران، اینها همه و همه می تواند که نوعی از نشان دادن فرهنگ مهربانی باشه. ما هم اکنون شهروند خبرنگاران خیلی زیادی داریم که در صفحات مجازی فعالیت میکنن و کارزارهای کمک رسانی به افراد نیازمند را در این راستا نشر میکنن، پوشش میدن و باعث میشن که افراد خیلی زیادی که شرایط اقتصادی بدی دارن و افرادی که شرایط اقتصادی بهتری دارن به اونها کمک بکنن. و همچنین با فرارسیدن فصل سرما چه خوب هست که ما هوای افرادی رو داشته باشیم که حتی نان شب خود را هم ندارن و شرایط اقتصادی بدی دارن. و خوشبختانه شهروند خبرنگاران ما همیشه فعال بودن، فعالیت های زیادی انجام دادن و به امید اینکه شهروند خبرنگاران و شهروندان عزیز ما با هم همگام بشن و در این راستا با هم تلاش بکنن. و اما در این بخش برنامه میریم و با هم فیلم شما را میبینیم، مجددا برمیگردیم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. پیاویشتم پیاری کی خپل بچان شوندی ته مدرسې ته مکتب ته وانستوي دا به تر ټولو هغه بد حالت وي. نجونو تعلیم، نجونو شوندی، نجونو لیسه، نجونو لیسه، نجونو لیسه، شوندی خپل حقوق
راتلون که ده پاره پا افغانستان که سول وی امن وی سیال جون وی روختل ولری سرک ولری خو کورونا ولری خو وسا جون ولری داغه یوازینه لارم داغه ده که داغه جهالت ختم کو دا بی سوادی ختم کو او خپل بچان ښوونځیو ته واستوو. تعلیم اجازه ورکو موږ خپل بچانو ته تعلیم غواړو ټول بند ښوونځي خلاصې موږ خوندو ته د تعلیم اجازه ورکو موږ خوندو ته د تعلیم اجازه ورکو سلام و درود فراوان. بار دیگر خوش آمدید به ادامه برنامه من. خوشحال هستم که تا این لحظه همراه ما بودید و امیدوار هستم که تا انتهای برنامه ما را بیننده باشید. رفتیم و با هم فیلم شما را دیدیم. فیلم شما فیلم ارسالی بود که شهروند خبرنگاران ما در هفته گذشته برای ما ارسال کردن، زحمت کشیدن، سپاسگزاری فراوان دارم و ما امروز این فیلم را در این بخش برنامه به نمایش گذاشتیم. و اما موضوع اصلی برنامه امروزمان که در رابطه با نقش شهروند خبرنگاران در ترویج فرهنگ مهربانی درون جامعه هست صحبت میکنیم. همین قسمی که قبلا هم گفتم، ما میتوانیم که مهربانی خود را و فرهنگ همدیگر پذیری را از راه‌ها و روش‌های مختلف ثابت بکنیم و این فرهنگ مهم را درون جامعه خود نهادینه بسازیم. مثلا اینکه ما میتوانیم به حق تقدم دیگران را رعایت بکنیم. احترام به بزرگترها همیشه برای ما گفته شده و خاطر نشان ساخته شده که چقدر مهم هست درون جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم آداب و فرهنگ جامعه را مد نظر بگیریم، به بزرگترهای خود احترام بگذاریم و اینها همه و همه نشان دهنده مهربانی هست درون جامعه. و زمانی که شما به فرد مقابل خود احترام می‌گذاریم و با او مهربانانه‌تر برخورد می‌کنیم، باعث میشه که او فرد هم در مقابل یکی دیگه یا حتی در مقابل خود شما همان رفتار خوب و نیک و شایسته داشته باشه و باعث میشه که آهسته آهسته این فرهنگ درون جامعه ما نهادینه بشه و همه افراد جامعه به نحوی با هم مهربان باشن و برخورد دوستانه تر داشته باشن. چون درون جامعه ما همه شمایی که در افغانستان زندگی میکنین و هم خارج از کشور هستین میدانین که موزلهای زیادی هستن که درون جامعه ما وجود دارن و همه افراد به نحوی درگیر هستن در زندگی شخصی خود و هم در زندگی اجتماعی، در زندگی کاری. چه بهتر هست وقتی همدیگر را میبینیم با لبخند به سوی هم نگاه بکنیم و همان فرهنگ مهربانی و همدیگر پذیری را از این طریق درون جامعه خود نهادینه بسازیم. چون در شرایط فعلی کشور ما همه برخوردی مهربانانه تر احتیاج دارند و واقعا نیاز هست که فرهنگ همدیگر پذیری درون جامعه ما رشد بکنه. دلیل اصلی رشد بسیاری از کشورها این که مردم پیشرفت کردند، تکنولوژی و همه در کشورهای دیگر پیشرفت کرده، این هست که افراد به این نتیجه رسیدن که باید همدیگر را بپذیرن، با هم متحد باشن و این موضوع باعث میشه که جامعه فرهنگ و رشد قنامندتر داشته باشه. زمانی که در کشور ما نفاق وجود داشته باشه، جنگ وجود داشته باشه، ما هیچ زمانی نمیتوانیم که گامی به سوی آینده برداریم و متاسفانه عقب کشیده میشیم. کشور ما افغانستان همیشه متاسفانه درگیر جنگ ها بوده و ما همواره باعث این بودیم که کشور ما مورد تخت و تاسای بیگانگان قرار گرفته و این همه و همه به دلیل نفاقی است که درون جامعه وجود داره. شهروند خبرنگاران می توانند برای از بین بردن و محو کردن این پدیده زشت و فرهنگ مهربانی را جایگزین آن کنند، در این راستا تلاش های بیشتری داشته باشند و نقش موثرتری داشته باشند. چون همیشه فعالیت‌های شهروندی کارساز بوده و توانسته خلاهای زیادی که درون جامعه ما وجود داره را از این طریق حل بکنه
به اینکه شرفن خبرنگاران ما همیشه فعالیت های موثری انجام دادن، توانستن صدای دادخواهیشون را به گوش مسئولان و حتی به گوش جهان و جهانیان برسانن و از این طریق توانستن فرهنگ های خیلی با ارزش و مهمه که درون جامعه واقعا خالیگاه و جای خالی آنها حس میشه نهادینه بسازن. و امیدوار هستم که فرهنگ مهربانی هم درون جامعه ما بیش از پیش ترویج بشه و همه مردم با هم مهربان و همدیگر پذیر باشن. میریم و با هم در این قسمت از برنامه بخش آموزشی را میبینیم. مجدداً برمیگردیم، با ما همراه باشید. با عرض سلام و درود محضر شما بینندگان گرامی، خوش آمدید به یکی دیگر از قسمت‌های آموزشی برنامه شهروند خبرنگار. شهروند خبرنگاران گرامی، ما همواره در تلاش این هستیم که راهکارها و مواردی را به شما آموزش بدهیم که در عرصه کار شهروندی شما را کمک کند. شما نیز می توانید برای ارسال فایل و تصاویر شهروندی خود برای ما به صفحه فیسبوک برنامه شهروند خبرنگار مراجعه کنید و شهروند خبرنگار ما باشید. ما در قسمت‌های گذشته برایتان آموزش دادیم که چگونه در توییتر برای خود اکانت بسازید و شما را با فلسفه و اصطلاحات توییتر آشنا ساختیم. در برنامه امروزی می‌خواهیم برای شما آموزش بدهیم که با ترفندهای توییتری آشنا شوید. اگر شما نتوانستید بیننده برنامه‌های قبلی ما باشید، می‌توانید با مراجعه به صفحه فیسبوک شهروند خبرنگار به وبسایت چکاد به نشانه www.chekad.tv بیننده برنامه‌های ما باشید. همچنین می توانید ما را در یوتیوب چکات تیوی نیز دنبال کنید. در این قسمت از برنامه همراه ما باشید. سلام مجدد به شما بینندگان گرامی. اگر شما هم طرفدار توییتر هستید و می خواهید نهایت استفاده را از این اپلیکیشن ببرید، بهتر است بدانید ترفندهایی وجود دارند که افراد خیلی زیادی از آنها با خبر نیستند و همین ترفندها می تواند تجربه شما از این شبکه اجتماعی را بهبود ببخشد. یکی از ترفندهای خیلی خاص توییتر این است که به شما اجازه می دهد تایملاین صفحه توییترتان را مطابق به سلیقه خود مرتب کنید و از شر اعلانات ورزشی و بیهوده خلاص شوید. برای این کار لازم است که روی گزینه مور که در پهلوی صفحه هست کلیک کنید و بعد روی گزینه سیتینگز اند پرایویسی بزنید. در اینجا هم روی گزینه کانتنت پرفرنسز کلیک کنید و از تب باز شده روی گزینه میوتد ضربه بزنید. بعد در اینجا دو گزینه برای شما وجود دارد که گزینه اولی مربوط به بخش‌های دیگر است. شما باید روی گزینه دومی کلیک کنید و در اینجا با کلیک روی گزینه مثبت که در بالای صفحه هست می توانید عبارت‌هایی را که نمی‌خواهید در تایملاین شما نمایش داده بشود را در اینجا وارد کنید. همچنین برای شما مشخص می کند که این توییت ها در تایملاین شما و در نوتیفیکیشن های شما غیر فعال خواهند شد. همچنین شما می توانید مشخص کنید که چه کسی می توانند توییت های چه کسانی را نمی خواهید در اینجا ببینید و همچنین مشخص کنید که برای چه زمانی می خواهید این کار را انجام بدهید. برای همیشه، تا 24 ساعت بعد، 7 روز بعد و یا تا 30 روز بعد می خواهید که این نوتیفیکیشن ها برای شما غیر فعال باشن. بعد روی گزینه سیو کلیک بکنید تا معلومات برای شما ذخیره بشد و چیزهایی را که نمی خواهید در تایملاین خود مشاهده کنید را میوت کند. همچنین شما می توانید که از آنالیتیکس استفاده کنید. دومین ترفند کاربردی توییتر استفاده از توییتر آنالیتیکس می باشد. با توجه به تحقیقات انجام شده می توان بیان نمود که بهترین زمان توییت کردن ساعت های 12، 5 و 6 بعد از ظهر
که شما می توانید با استفاده از تحلیلگر توییتر آن را روشن کنید و زمان مناسب برای انتشار توییت خود را پیدا کنید و در زمانهایی که بیشترین بازدید را دارد توییت خود را منتشر کنید. در نسخه جدید توییتر شما می توانید بدون اینکه جای متن در توییترتان گرفته شود عکس آپلود کنید و دیگر مجبور نیستید فقط یک عکس بگذارید. شما می توانید همراه با هر توییتتان هر چند تا عکس که می خواهید ارسال کنید. استفاده از عکس می تواند تاثیرگذاری توییت شما را بیشتر کند. توییت هایی که تصویر دارند به طور متوسط 35% بیشتر ریتوییت و یا باز توییت می شوند. ترفند دومی که ما می خواهیم در این بخش برای شما به معرفی بگیریم اسکرین شات گرفتن از متن می باشد. بله، بینندگان گرامی، یکی از کاربردی ترین ترفندهای توییتری اسکرین شات گرفتن از متن می باشد. از آنجایی که شبکه اجتماعی توییتر برای نوشتن متن محدودیت کاراکتر یا حرف دارد که نباید از 280 حرف بیشتر باشد، می توانید با اسکرین شات گرفتن از متنی که بیشتر از 280 حرف است این محدودیت را زیر پا بگذارید و سپس عکس از متنی که نوشته اید را منتشر کنید. ببینید خیلی راحتی اسکرین شات شما در اینجا ذخیره می شود و حتی می توانید چیزهای دیگری هم در مورد آن بنویسید. و اگر هم دوست دارید که از این حالت توییتر من استفاده کنید و از حالت دارک مود توییتر بهره ببرید، خیلی راحت شما می توانید که با اعمال کردن تنظیماتی آن را درست کنید. با کلیک روی گزینه مور و انتخاب دیسپلای شما به این بخش وارد می شوید. در این بخش شما می توانید مشخص کنید که می خواهید پشت صفحه شما چه رنگی باشد. از طریق انتخاب این گزینه ها می توانید کادرهای توییترتان را تغییر بدهید و همچنین با انتخاب گزینه های پایینی که هست در پایین می توانید مشخص کنید که پشت حساب صفحه شما سفید و یا سیاه یا دارک مود باشد، که مثلا من این حالت دیم را انتخاب می کنم و روی گزینه بلو یا رنگ آبی می زنم و بعد با کلیک روی دان بله ببینین که صفحه ایم دارک مود شد. و اگر شما هم خواستین از حالت دارک مود توییتر استفاده کنین، می توانین که با کلیک روی گزینه هایی که برای شما گفتم خیلی راحت حالت دارک مود در توییتر خود درست کنید. بینندگان گرامی، این بود ترفند های توییتری که برای شما گفتیم. ممنون از همراهی شما. سپاس از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. خدا کند از این قسمت از برنامه ما نکات ارزنده دستگیر شما بینندگان گرامی شده باشد. شما می توانید سوژه ها، مشکلات شهری و اتفاقات مهمی که در محل زندگیتان رخ می دهد را در قالب عکس و یا فیلم به ما ارسال کنید. ما هم آن را در سایت یا بخش های مهم خبری به نشر می رسانیم. فراموش نکنید هنگام ارسال تصاویر شهروند خبرنگاری برای ما حتما نکات کامل از قبیل محل رویداد و زمان آن را برای ما توضیح بفرمایید. سپاس از همراهیتان. درود و مهر نثار تک تک شما بینندگان گرامی که هم اکنون به برنامه زیبای شهروند خبرنگار پیوستید. رفتیم و با هم بخش آموزشی را دیدیم. امیدوار هستم که این بخش برنامه ما مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشه و بتوانید نهایت استفاده از این بخش مهم و جذاب برنامه ما داشته باشین. خب دوستانی که زحمت کشیدن در طول هفته گذشته برای ما فایل شهروندی ارسال کردن، باز هم سپاسگزاری میکنم از تک تک شما و برای شما شهروند خبرنگاران عزیزی که دوست دارین از این بعد با ما بپیوندید و دوست دارین فایل های شهروندی شما از طریق یک صفحه رسمی و جهانی به نشر برسه. میتوانین که فایل های شهروندی تان را همراه با نام به صفحه فیسبوک شهروند خبرنگار برای ما ارسال کنید. ما در تلاش این هستیم که صدای دادخواهی شما را به گوش جهان و جهانیان برسانیم.
و اما موضوع اصلی برنامه امروزمان در رابطه با نقش شهروند خبرنگاران در ترویج فرهنگ مهربانی درون جامعه است. ما همه قسم که قبلا هم گفتم در جامعه ما نیاز بسیار زیاده برای این هست که مردم همدیگر پذیر باشن، همدیگر درک بکنن، با هم مهربان باشن، چون این نشان دهنده فرهنگ یک جامعه هست. اینکه چقدر مردم و جامعه با هم مهربان هستن و نشان میده که فرهنگ مهربانی میتونه خلاهای زیادی در درون جامعه از بین ببره و حتی نفاق و مشکلهای تبعیض‌آمیز را هم میتونه که فرهنگ مهربانی درون جامعه محو بسازه و از بین ببره. خوشبختانه ما شهروند خبرنگاران فعالی داریم که باز هم از اونها تشکر میکنم، همیشه با فعالیت هایی که روی صفحات مجازی داشتن و کار کردن، چه از پوشش برنامه ها، کارزارهای کمک رسانی، چه هم از نشر عکس ها و همچنین گزارش ها، متن های انگیزشی و حتی بعضی اوقات ما شهروند خبرنگارانی داشتیم که از طریق طنز های انگیزشی آمدن و یک برای نهادینه ساختن یک فرهنگی درون جامعه تلاش کردند و صدای دادخواهیشون را بلند کردند. اگر شما هم سری به فضای مجازی بزنین، هم اکنون میبینین که چینل های زیادی هستن، پیج های زیادی هستن که شهروند خبرنگاران روی آن فعالیت میکنن و حتی شهروندان ما شاید خواسته و یا ناخواسته نمیدارن که فعالیت شهروندی انجام میدن، اما همه روزه باعث میشن که فرهنگ هایی با ارزشی که درون جامعه ما نیاز به نهادینه شدن داره روی کار میکنن، زحمت میکشن و همچنین ما همین حالا داریم کانال های آموزشی، کارزارهای کمک رسانی و یا حتی افرادی هستن که برای حق افرادی میجنگن که حتی اونها رو نمیشناسن، ندیدن و از این طریق باعث میشن که صدایشون را با صدای افراد دیگه یکی بکنن، با هم همگام بشن و این فرهنگ مهم درون جامعه رشد بدن. ما این همه سال در کشور خود جنگ داشتیم، نفاق بود، تبعیض‌آمیز، موضوعات تبعیض‌آمیزی بود و دیدیم که به هیچ جایی نرسیدیم. پس چه بهتر هست که راهی متفاوت‌تر را دنبال بکنیم. خوشبختانه هم اکنون اکثر شهروندان ما با فرهنگ هستند و میشه گفت که اخلاق مهربانانه تر دارن و این موضوع باعث میشه که همه افراد درون یک جامعه با هم مثل خواهر و برادر زندگی بکنیم و مشکلات همدیگر را حل بکنیم. اگر برای شما هم تا حال پیش آمده که حداقل دست یک فرد سال خورده گرفتن او را از خیابان رد کردن، یا ای که سر رای خود یک آدم نیازمند را دیدین و یا به او کمک کردن، اینها همه و همه نشان دهنده ای هست که شما فرد مهربان هستین و امیدوار هستم که تک تک شهروندان ما که درون جامعه زندگی میکنن همه با هم دست به یکی بدن و با هم خواهر و برادر باشن و پدیده همدیگر پذیری درون جامعه ما بیش از پیش رشد بدن و ارتقا بدن. خیلی خوب، با هم میریم و بخش عکس هفته را میبینیم، مجدداً برمیگردیم و با ما همراه باشید. سلام مجدد، باز هم خوش آمدید میگم برای شما بینندگان گرامی. امیدوار هستم که تا این لحظه از دیدن برنامه ما خسته نشده باشیم و تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. رفتیم و با هم عکس هفته را دیدیم. عکس هفته عکس انتخابی هست که از میان عکس های زیادی که در طول هفته گذشته شهروند خبرنگاران فعال ما برای ما ارسال کردن انتخاب شد و امروز به دست نشر گذاشته شد.
خوشحال میشیم از اینکه روز به روز تعداد شهروند خبرنگاران ما افزایش پیدا میکنه و شهروندان زیادی هستن که دوست دارن فعالیت شهروند خبرنگاری انجام بدن و اینکه احساس مسئولیت میکنن در قبال جامعه و اجتماع خود. خوشحال هستم و باز هم یادآوری میکنم برای شما شهروند خبرنگاران گرامی که دوست دارید با ما بپیوندید، میتوانید فایل های شهروندیتان را از طریق صفحه فیسبوک شهروند خبرنگار برای ما ارسال کنیم. ما هم در تلاش این هستیم که انعکاس صدای شما باشیم. و اما سوژه امروزی که در رابطه با آن بحث میکنیم، نقش شهروند خبرنگاران در ترویج فرهنگ مهربانی درون جامعه هست. من هر چقدر هم که در مورد این فرهنگ و ارزش و اهمیت فرهنگ مهم درون جامعه صحبت کنم، باز هم نتوانستم که اهمیت و ارزش واقعی این فرهنگ برای شما انعکاس بدم، چون فرهنگ مهربانی و خود پدیده مهربانی آنقدر وسیع و بزرگ است و تاثیرات مثبتی میتوانه روی زندگی افراد و جامعه بگذاره که واقعا گفتنی و در مقاله و سطح امروزی ما نمیگنجه. به دلیل باز هم دوست دارم که برای شهروند خبرنگاران، شهروندان عزیزمان تذکر بدم که بیشتر از قبل جامعه ما نیاز به این داره که با هم همدیگر پذیر باشیم، چون از جنگ، نفاق و تبعیض کشور ما به هیچ جایی نرسیده و از این به بعد هم نمیرسه. اگر دوست داریم در زندگی پیشرفت بکنیم، جامعه پیشرفته داشته باشیم، چه بهتر که همدیگر پذیر باشیم، چون ویرانی هایی که امروز در کشور ما وجود داره، فقر زیادی که در کشور هست و صدها موزل و چالش دیگه همه به دلیل این بوده که در جامعه ما نفاق وجود داشته و همیشه رفتارهای تبعیض آمیز وجود داشته. پس چه بهتر که بیاییم و پدیده نفاق و تبعیض از درون جامعه خود محو بکنیم و به جای بیاییم و فرهنگ مهربانی جایگزین بسازیم و بیشتر برای نهادینه ساختن این فرهنگ مهم و با ارزش درون جامعه خود فعالیت های زیادی را انجام بدیم و روی دست بگیریم. و باز هم سپاسگزاری دارم از شهروند خبرنگارانی که همواره روی صفحات مجازی کار میکنن و راهپیمایی هایی را گسترش میدن و میاین صدای افرادی میشن که شاید هیچ وقت اونها را از نزدیک ندیدن، اما با اونها غم شریکی میکنن و با مهربانی متنهای انگیزشی را آماده میسازن، حتی طنزهای انگیزشی را آماده میسازن و از هر نظر و از هر قسمی که میشه میاین و ثابت میکنن که مهربان هستن و مهربانانه با جامعه خود برخورد میکنن. با امید روزی که تک تک افراد داخل جامعه مسئولیتشان را در قبال جامعه و مسئولیت فردیشان را ادا بکنن و برای ترویج فرهنگ های مهم و با ارزشی همچون فرهنگ مطالعه، فرهنگ کتابخوانی، فرهنگ همین فرهنگ مهربانی و همدیگر پذیری درون جامعه خود رشد بدیم. و امیدوار هستم که برنامه امروزمان مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشه و اگر تا امروز به این فکر نبودین، از این به بعد امیدوار هستم که این فرهنگ را اول در زندگی شخصی خود، در خانواده و بعد هم در جامعه انجام بدین و کم کم متوجه خواهیم شد که در کوتاه مدت تحولات خیلی بزرگ، مثبت و چشمگیری درون جامعه ما رخ خواهد داد. تا برنامه دیگر که در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم، شما را به خداوند یگانه می سپارم. روز و شبتان خوش. خداوند نگهدارتان باد.